دولت پزشکیان وعده داده که فیلترینگ رو برداره و دسترسی آزاد به اینترنت رو فراهم کنه. اما سوال اینجاست که چرا بسیاری از جوانان و فعالان به این وعده ها با شک نگاه میکنن؟ تجربه های گذشته نشون داده که این وعده ها اغلب در حد حرف باقی مونده و هر بار که اعتراضات مردم اوج میگیره، اولین اقدام دولت قطع اینترنت و محدود کردن آزادی فضای مجازی و دیجیتال بوده. حالا آیا این بار هم همون سناریوی تکراری رو ما شاهد خواهیم بود؟ برای بررسی موضوع همراه میشیم با پروفسور حسین سعیدیان، استاد و محقق علوم کامپیوتر در دانشگاه کانزاس. پروفسور سعیدیان، به شما سلام و خوش آمد میگم. خیلی ممنون که وقتتون رو به ما دادین و همراه ما هستین. با توجه به وعده هایی که وزیر ارتباطات پزشکیان در مورد فیلترینگ و همینطور بازنگری سیاست های فعلی رژیم داده، خواستم بپرسم که به نظرتون این وعده ها آیا قابل تحققه؟ شما چطور میبینید؟ با سلام به شما آقای مفیدی عزیز و سلام و درود به همه هموطنانمون و با عرض تبریک خدمت همه شما به مناسبت آغاز 60 سال سازمان مجاهدین. بله، این سیاست هایی که شما بهشون اشاره کردید شامل مسدود سازی بسیاری از وبسایت های خبری، وبسایت های مقاومت ایران، شبکه های اجتماعی مثل توییتر و همچنین مسدود و فیلتر سازی و فیلتر کردن بسیاری از سرویس های پیام رسانی مانند تلگرام و شبکه های مشابه بوده. همه این محدودیت ها همطور که شما گفتین برای جلوگیری از گسترش آزاد اطلاعات بوده. با توجه به سیاست‌های گذشته اینترنت در ایران که خامنه‌ای همواره مخالف آزادی بیان و آسیسی آزاد به اطلاعات بوده و سانسور در اولویت قرار داده و از ول بودن اینترنت شکایت کرده و باید این واقعیت رو بپذیریم که تصمیمات بسیار حساس و کلیدی توسط بیت خامنه ای تعیین میشه و لذا همطور که شما هم گفتین به نظرم این ادعاهای دولت پزشکیان مثل ادعاهای رئیسی بسیار پوچ هستن، چون اصلا قدرت دخالت در تصمیم گیری های حیاتی که در بیت خامنه ای تعیین میشن رو نداره. حتی اگر تفاوت های جزئی بین دولت‌های مختلف خامنه‌ای وجود داشته باشه، همینطور که مشاهده کرده ایم همه آنها در راستای سانسور و جلوگیری از دسترسی آزادانه مردم به اطلاعات و حفظ تمامیت نظام حرکت کردند. الان هم نباید انتظار داشت که دولت پزشکیان تغییرات عمده یا بخواد انجام بده. در ضمن یک خبرم دیروز بود، فکر کنم در سایت تسنیم بودش که لغو فیلترینگ اینستاگرام و واتساپ و بعضی از این پیام رسانی اصلا در کمیسیون امنیت رژیم مطرح نیستش. بله، من خواستم پروفسور سعیدیان یک کمی متمرکزتر به موضوع فیلترینگ هم اگه ممکنه نگاهی بندازیم، اینکه این موضوع چه صدماتی به کسب و کار مردم وارد کرده و همینطور به جریان آزاد اطلاعات. فیلترینگ اینترنت نه تنها صدمات جدی به کسب و کارهای مردم وارد میکنه، بلکه ضررهای خیلی عمده‌ای هم به بقیه نهادهایی که از اینترنت استفاده میکنن میزنه، مثل دانشگاه ها، مثل بیمارستان ها، مثل بقیه نهادهای خدماتی که از اینترنت استفاده میکنن. این محدودیت، حالا من فقط به این کسب و کار اشاره میکنم، این محدودیت ها باعث کاهش درآمد و فرصت های شغلی میشه. بسیاری از کسب و کارها به ویژه در حوزه های فناوری، تجارت الکترونیک و خدمات آنلاین خیلی از اینا وابسته به اینترنت هستن و با اعمال فیلترینگ دسترسی مشتریان به این خدمات محدود میشه و به تبع آن
فروش و درآمد و کسب و کارها کاهش پیدا میکنه. همچنین فیلترینگ اینترنت باعث میشه که بسیاری از کسب و کارهای کوچک و نوپا که به شبکه‌های اجتماعی و پلتفرم‌های اینترنت وابسته هستن نتونن به مخاطبان خودش دسترسی داشته باشن و در نتیجه به مرور زمان از بازار حذف میشن. علاوه بر این، رژیم ایران گاهی اوقات به طور کامل، همطور که در قیام‌های گذشته دیدیم، گاهی اوقات به طور کامل اینترنت را برای دوره‌های طولانی قطع می‌کنه. این قطع کامل اینترنت تاثیرات بسیار مخربی بر کسب و کارهایی دارد که به اینترنت وابسته هستند و در اون شرایط فعالیت‌های تجاری عملاً متوقف می‌شوند. ارتباطات با مشتریان و تأمین کنندگان قطع میشه، کسب و کارها نمیتونن خدمات خودشون رو ارائه بدن یا سفارشاتی رو که میگیرن بهش برسن پردازشش کنن. این وضعیت میتونه منجر به خسارات مالی عظیم و از دست رفتن اعتماد مشتریان بشه و حتی خیلی کسب و کارها رو به تعطیلی دائم بکشه. در نتیجه فیلترین و قطع کامل اینترنت هم آسیب‌های بسیار جدی به اقتصاد و ارتباطات اجتماعی مردم وارد میکنه. بله، پروفسور سعیدیان، شاهد این بودیم که دولت‌های مختلف وعده در رابطه با رفع فیلترینگ و خلاصه رفع این محدودیت میدن، اما سوال اینجاست که چرا دولت‌های مختلف در حاکمیتی که خب زیر شط خامنه‌ای هست از رفع کامل فیلترینگ خودداری میکنن؟ علت این موضوع رو شما چطور میبینید واقعا؟ دولت‌های مختلف در ایران از رفع کامل فیلترینگ خودداری می‌کنند چون که کنترل اطلاعات و محدودسازی دسترسی به منابع مستقل را یک ابزار و شاید یک وظیفه برای حفظ نظام می‌دانند. با مسدود سازی شبکه‌های اجتماعی و پلتفرم‌های پیام‌رسان مثل تلگرام، تمام دولت‌های خامنه‌ای سعی داشتند که اعتراضات مردم و هماهنگی‌های اجتماعی را مهار بکنند. علاوه بر این، در تمام دولت‌های خامنه‌ای همه‌شون معتقد بودند که رفع کامل فیلترینگ می‌تونه به افزایش نفوذ فرهنگ انقلابی و فرهنگ براندازی منجر بشه و کنترل ایدئولوژیک ولایت فقیه را که همه‌شون بهش التزام داشتن، همه‌شون بهش اعتقاد داشتن رو به خطر بیندازه. بنابراین همه‌شون فیلترینگ رو به عنوان ابزار یک ابزار برای حفظ تمامیت رژیم و کنترل اجتماعی به کار می گرفتن و پزشکیان هم طبیعتاً از این قاعده استثنا نیستش. در ضمن باید اشاره بکنم که مسدودسازی اینترنت و شبکه‌های پیام‌رسانی برای ایادی رژیم منفعت مادی هم داشته، برای مثلا برای فروش انواع و اقسام ابزارهای فیلتر شکن و وی پی ان و غیره، و این هم یک دلیل دیگه برای استمرار محدودیت‌های اینترنتی هستش. لذا نه فقط برای سانسور، نه فقط برای جلوگیری از دسترسی آزاد مردم به اطلاعات، بلکه برای کسب درآمد مادی برای ایادی رژیم هم بوده. بسیار سپاسگزارم از شما پروفسور حسین سعیدیان، استاد و محقق علوم کامپیوتر در دانشگاه کانزاس که همراه ما بودین. وقتتون بخیر پروفسور سعیدیان و خدا نگهدار شما. منم از شما و بینندگان محترم برنامه‌تون خداحافظی میکنم. خیلی خوشحالم چه خدمتتون بودم در مجددن 60 سال آغاز زندگی و حیات سازمان مجاهدین. به همه شما تبریک میگم. خیلی ممنون، درود بر شما، خدا نگهدار.